روشه. حاجی پس تو اینجا رو باید لام بذاری، انتخابی نداری، یه انتخاب داری، لام. مثل اینکه من بگم آقا آدم ها رو میخوام بشونم، حاجی محمد حتما صندلی یک بشینه، وی آی پی بشینه دیگه، محمد باید بشینه دیگه، دیگه انتخابی نیست که، به یک طریق و حتما به واو ختم شه. حاجی تشم باید واو باشه، خب اینم به یه طریق. پس بچه من تا اینجا لام رو از دست دادم، واو رو هم از دست دادم، آیت دستم مونده، الف، یه، ت، سه تا حرف دستمه. برم سراغ این خونه هایی که دیگه محدودیت خاصی نداره، سه تا حرف دستمه، این به سه طریق، اینم به دو طریق، دیگه تموم شد دیگه. جواب یک ضرب در سه، ضرب در دو، ضرب در یک. باز الان تو حوزه اعداد هم با هم تمرین میکنیم، نگران نباشین. ارقام یک تا نه دستمه، یعنی نه تا عدد پنج رقمی بسازم، پنج تا خونه باید پر کنم. بچه من 9 8 7 6 5 پنج تا خونه، 1 2 3 4 5، حالا هر عددی که میشه فوقش میزنی ماشین حساب. چند عدد چهار رقمی؟ خب بچه این دفعه میشه 9 8 7 6. اما سوال ادامه داره، و زوج میتوان نوشته. بچه من یادمون نره عددی بخواد کلن زوج باشه، این موضوع وابسته است به یکانش، یکانش باید زوج باشه، و به طریق مشابه عددی بخواد فرد باشه، یکانش باید فرد باشه. الان پس من 4 تا خونه میخوام پر کنم، قسمت به 4 تا خونه رو میخوام پر کنم جوری که عدد یکان، یعنی اولین رقم از سمت راست، باید حتما عدد زوج بشینه. مثل سوال قبلی که مثلا باید حتما ل بشینه، چه می‌دونم و بشینه، این دفعه باید حتما زوج بشینه. خب ولی خوبیش اینه باز یه انتخابایی داریم، زوج بشینه. بچه از 1 تا 9 عدد 2 رو داریم زوج، 4 رو داریم، 6 رو داریم، 8 رو داریم، هر کدوم از اینا بشینن اوکیه. ببین شرطش مثل سوال قبلی خیلی سفت نیست که باید 4 بشینه مثلا، باید لام بشینه، نه، یه نمه شل کرده در را، باید زوج بشینه. حالا شرط داره ولی خیلی جدی نیست، 2 میشه 4 میشه 6 میشه 8 میشه، 4 تا انتخاب خواهیم داشت برای این خونه. خب حالا از اون 9 تا عددی که دستم بود، بچه من بالاخره یکیش نشست اینجا دیگه، یعنی میمونه 8 تا، 8 تا عدد دستمه، 8 7 6 دیگه. اینا که محدودیتی نداشتن که، یه سوتی خیلی بزرگی که بچه ها میدن، اصلا آدم واقعا شگفت زده میشه. بچه میگه نه آقا اشتباه نوشتی، مگه اینجا 4 تا نذاشتی، 2 4 6 8. میگم خب، میگه خب پس از اون 9 تا 4 تاش رفت، اینجا بذاری 5 5 4 3. میگم اه لعنتی، اون 4ی که ما اونجا میذاریم آپشنامونه، مخارجمون که نیست. آقا ما میگیم 4 تا آپشن، بالاخره تو یکیشو میذاری. بابا تو یه خونه یکان که نمیشه 4 تا عدد گذاشت، تو یه عددو میذاری، یه دونه رو خرج میکنی نهایتا. بله 4 تا آپشنه، ولی یه دونه خرج کردی، یه دونهشو گذاشتی، آقا مثلا 2 رو گذاشتی. پس الان قبول کنیم 8 تا عدد دستمونه، به 8 حالت، کما اینکه الان مگه 8 اینجا میذاریم معنیش اینه که 8 تا عدد گذاشتی اونجا؟ نه، میگیم 8 حالت داریم، 8 انتخاب داریم، 8 روش داریم، نهایتا یکیشو انتخاب میکنیم و میذاریم. یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، ارقام 2 8 3 5 7 9، چقدر نامرتب داده، 6 تا عدد دستمه، کلا 6 تا عدد دستمه. میگه چند عدد 4 رقمی، اینو دیگه با اجازهتون سریع بگیم، 6 5 4 3. اوکی، چند عدد 5 رقمی فرد؟ بچه خونه یکان باید فرد بشینه، 5 تا خونه پر کنم، اینجا باید عدد فرد بشینه. یعنی کیا؟ 2 که نه 8 که نه، 3 5 7 9، یکی از این 4 نفر به 4 حالت پر میشه. ولی بچه ها بالاخره یکیشون نشست، یعنی شما از این 6 تا عددت یه دونه رو از دست دادی، 5 تا عدد دستت مونده دیگه، برو دیگه، 5 4 3 2 و تمام. آخری چند عدد 4 رقمی که یکان فقط عدد، این دیگه اون زوری هاست، اصلا شل نکرده حاجی، یکان فقط 8. بابا یه انتخاب داری، 8. حالا از اون 6 تا بود دیگه، یکیش رفت، 5 4 3. خداوکیلی خیلی گلابی بازی حاجی، خداوکیلی خیلی گلابی بازیه. سوال مشابهاشو نگاه کنی، با خورشید 3 حرفی، خب خورشید کلا 6 داشت، 3 حرفی میشه 6 5 4، ولی گفته حتما به د ختم شه، یعنی اون خونه آخره فقط یه حالت میشه، با یه شروع شه به خ ختم شه. اوکی منطقیه.
با اینا چند تا سه رقمی شهریور 400 حاجی اصلا شرط هم نداره 5 4 3 تموم شد. 1 تا 7 4 رقمی شرط هم نداره میشه 7 6 5 4 تموم شد. 1 2 3 4 5 6 7 تا 3 رقمی 7 6 5 آقا 1 2 3 4 5 3 رقمی فرد، یالا خونه یکانو فرد بذارید اگه زحمت.